بسم الله الرحمن الرحیم اقبال احمدی هستم مدرس مؤسسه فرادرس الله با دوره مکانیک سیالات بخش دوم در خدمتون هستم سرفصل مطالبی که خدمتون الله خواهم گفت ملازمی فرمایید اولین بحثی که در مورد صحبت می کنیم در مورد لایه مرزی هست خود بحث لایه مرزی با بحث مفهوم اون و مشخصات شروع میشه در ادامه یک سری پارامترها و یک سری اصطلاحات در زیر مجموعه بحث لایه مرزی ارائه میشه که البته اصطلاحات مهمی که معمولا توی بخش سیالات دو ارائه میشه ما خدمتتون خواهیم گفت این بحث لایه مرزی بسیار بحث مفصلیه ولی ما در متناسب با سرفصلایی که وزارت علوم تعیین کرده دوره رو ارائه میکنیم و بنابراین به همون قسمت اشاره میکنیم که توی رفرنس های اصلی به اون اشاره شده به همین دلیل سه تا پارامتر اصلی ما مرور خواهیم کرد و رابطه هاشون رو بیان خواهیم کرد یکی بحث زخامت لایه مرزی یکی بحث زخامت جابجایی و زخامت مومنتوم سه تا اصطلاح پرکار بردن که توی معادلات و توی مشخص سازی لایه مرزی استفاده میشه در ادامه معادلات لایه مرزی که معادلات بیان کننده ی ویژگی های این لایه هستند رو و هم مرور می کنیم عمدتا تغییرات سرعتشون بررسی میشه بعد از این بخش بعد از بحث لایه مرزی وارد بحث دیگری میشویم تحت عنوان نیروی درگ و نیروی لیفت که حالا ترجمهش نیروی پسا و برا خواهد بود و در پایان جریان های خارجی روی کره ها و استفانه ها رو بررسی میکنیم البته تو بحث های قبلیمون هم جریان هامون جریان خارجی هن. شما جریان های داخلی و احتمالا توی سالیت یک گذروندید سایلات دو عموما جریان خارجی بررسی میشه تو بخش اول بیشتر رو صفحه صاف صحبت میکنیم و در اینجا بیشتر روی کره ها و استوانه ها بحثمون رو خواهیم کرد و مباحثی که تو فصل قبل گذروندیم لایه مرزی نیروی درگ رو روی این هندسه ها دنبال میکنیم با یک سری اصطلاحات هم آشنا خواهیم شد قوی قانون مهمی به اسم استوکس و یک سرعت مهمی به اسم سرعت حد رو رو بیان میکنیم و انشالله این میشه سرفصل بحث ما توی قسمت جریان لایه مرزی فصل اول ما تحت این عناوین پوشش خواهد داشت اولین چیزی که توی این فصل ما باید یاد بگیریم بحث مفهوم لایه مرزیه لایه مرزی رو اولین بار یک محقق نام آشنایی به اسم آقای پرنتل که احتمالا توی بحث حرارت هم باش آشنا هستید در سال 1904 ارائه کرد این مفهوم رو ارائه کرد و یک سری بیسیک رو هم براش پیشنهاد کرد حالا داستان چی هست به طور کلی اگر شما یک صفحه ثابت داشته باشید و حالا این صفحه میتونه کره باشه میتونه یک صفحه صاف باشه میتونه استوانه باشه میتونه منحنی باشه راست سرعتش صفر باشه در واقع سرعتش نسبت به سیال سرعت متغیر باشه که حالا ما صفر میگیریم و از روی اون یک سیالی عبور کنه یک اصلی وجود داره اینجا اونم اینه که وقتی یک سیالی از روی یک صفحه ثابتی عبور میکنه اون مولکولها ها و اون نواهی که نزدیک این صفحه هستند که دقیقتر بگم اون مولکولهایی هایی که عملا روی صفحه قرار میگیرن و فاصله شون از صفحه صفر سرعتشون هم صفر میشه انگار وای میسن انگار برخورد میکنن وای میسن شما یک جمعیتی در نظر بگیرید داره یه جایی حرکت میکنه یک سریشون بخورن زمین وایسن که اتفاقی میفته به خاطر این سرعت صفری که این مولکول ها می گیرن. خب مولکول بالایی هم از پایینی متاثر میشه بالایی تر از پایینی و به همین ترتیب که بریم بالا یه یعنی مقداری سرعت گرادیان به خودش می گیره. اون فاصله ای از صفحه یعنی تا اون فاصله ای از صفحه که این گرادیان متغیره و سرعت ما از صفر میرسه به سرعت جریان آزاد سیال جریان آزاد سیال جاییه که انگار این خوردن زمین انگار این سرعت صفر شدن رو ندید. اون فاصله ای که ما این گرادیان سرعت رو داریم در جهت ایگرگ، اگه ایگرگ این سمتی بگیریم بهش میگن لایه مرزی و زخامتیه که در واقع اون لایه مرزی ما توش داریم مشاهده میکنیم. این زخامت هم بسته به ابتدای صفحه، وسط صفحه، آخر صفحه متغیره. مشخصه ابتدا ملکول کمتری این برخورد رو دارند در ادامه های سرعت صفر بیشتر میشن. و تاثیر سرعت صفر روی سیال بیشتر میشه و این زخامت ممکنه بیشتر و بیشتر بشه پس این شد مفهوم لایه مرزی البته توجه بکنید که مهم اختلاف سرعت بین صفحه و سیاله ممکن قضیه برعکس باشه یعنی شما در نظر بگیرید که سیال ثابت باشه و صفحه حرکت کنه باز هم لایه مرزی خواهیم دید مثل حرکت بالهای هواپیما از توی هوا اگه ما هوا رو ساکن بگیریم و حتی یک سرعت ناچیزی هم داشته باشه وقتی بالها حرکت میکنن بازم لایه مرزی ایجاد میشه فرقی نمیکنه به هر حال یک اختلاف سرعتی وجود داره و یک گرادیان سرعت در جهت قائم بر بال هواپیما شاهد خواهیم بود یا یعنی اینکه شما تصور بکنید که وقتی باد میوزه روی یک یک شهر و از روی ساختمون رد میشه ساختمون اجسام ثابتن و وقتی باد سیال رو حرکت میده باز هم لایه مرزی روی جداره های ساختمون ها ایجاد میشه البته زخامت بسیار ناچیزی داره ولی اتفاقات بسیار مفصل تو این لایه مرزی میفته که باید بررسیش بکنیم خب بیشتر بخوایم صحبت بکنیم اساسا یک سری نکات رو میشه بیان کرد نکته آخر خدمتون گفتم سرعت سیال روی مرزهای جامد صفر اما نکات دیگری هم میشه بیان کرد یکی اینکه سرعت سیال در لایه مرزی متأثر از تنش برشی مرزه این که من میگم مولکول ها سرعتشون صفر میشه مولکول بالایی متأثر میشه بالاتر متأثر میشه این در واقع همون تعریف تنشه دیگه یعنی ما گرادیان سرعت در جهت ایگرگ داشته باشیم پس سرعت سیال هم متأثر از این تنش خواهد شد تنش چیزی جز تغییرات سرعت در یک جهت خاص نیست از طرفی توی لایه مرزی ما تغییرات سرعت داریم تغییرات ویسکوزیت هم داریم تغییرات فشار هم داریم حالا هم در جهت حرکت ما هم در جهت قائم میتونیم این تغییرات رو ببینیم این نکاتیه که ما باید توجه بکنیم در مورد مفاهیم اولیه ای که لایه مرزی به دنبال خودش داره خب حالا خارج از لایه مرزی چه خبر هست ما لایه مرزی رو بررسی کردیم خارج از لایه مرزی رو ما بهش بگیم ناحیه غیر لزج انگار تغییرات تنش نداری یکی اینکه گرادیان سرعت صفر میشه یعنی ما گرادیان سرعت وقتی صفر گرفتیم یعنی تو قسمت ناحیه آزاد یا غیر لزج هستیم سرعت هم همون سرعت اولیه سیاله یا سرعتیه که در واقع متاثر از سطح نیست حالا البته ممکنه سرعت سیال در راستای ایکس زیاد بشه مهم اینه که در جهت ایگرگ تغییرات نداریم پس عملا وقتی که یک سیال از روی یک صفحه ثابت عبور میکنه دو ناحیه ایجاد میشه ناحیه دور از لایه مرزی یا ناحیه غیر لزج یا جریان آزاد سیال و ناحیه لایه مرزی که ما همه تمرکزمون رو این قسمت خیلی کاری به قسمت غیر لزج نداریم چون اساسا تغییرات آنچنانی هم توی خواص سرعت و فشار نمی‌بینیم میخوام به مقداری بیشتر در مورد لایه مرزی باهاتون صحبت بکنم کلیاتش رو فهمیدیم چیه اما انگار یه ذره بین بذاریم جزئیات بیشتری در موردش ببینیم این لایه مرزی که تشکیل میشه هرچقدر ما به سمت جلو میریم اتفاقاتی که میفته پرتنشتر و پرچلنجتر میشه زخامت هم بیشتر میشه به چه معنی؟ در ابتدای تشکیل لایه مرزی این ابتدای صفحه فرض کنید باشه ما ابتدا لایه مرزی آرام رو داریم یا لایه ای رو داریم با جریان آرام و تعریفش هم آشنا هستید که لایه های منظمی تشکیل میشه جلوتر که میریم ناحیه گذار و بعد از اون ناحیه آشفته رو داریم یعنی هر چقدر ما جلوتر میریم به خاطر اینکه مولکول هایی که برخورد میکنن به صفحه سرعتشون صفر میشه بیشتر میشه نظم بیشتر به هم میخوره و بی نظمی بیشتر ایجاد میشه لایه مرزی ممکنه آشفته بشه و به جای اینکه لایه های آرام و لایه های منظم ببینید کاملا جریان چرخشی گردابه‌ای و نامنظم بشه این قسمت ها ما میگیم آشفته و بینابین این دو ناحیه را میگیم ناحیه گذار یا ترانزینت بنابراین لایه مرزی ابتدا آرام است معمولا ابتدا آرام است در لایه مرزی آرام ذرات سیال به صورت لایه های منظم حرکت میکنند با افزایش زخامت لایه مرزی آرام در توی جریان لایه مرزی ناپایدار شده در هم میشه نامنظم میشه گردابه میشه پس سه ناحیه میتونیم داشته باشیم آرام انتقالی در هم یا لمینار ترنزینت و توربیولنت آرام از لبه شروع میشه و زخامت به تدریج افزایش پیدا میکنه هم به همین ترتیب زخامت به تدریج افزایش پیدا میکنه قاعدتا معادلاتی که تو این قسمت وجود داره که حالا با هم بررسی خواهیم کرد و معادلاتی که تو قسمت درهم وجود داره متفاوته و انگار پرپارامتر تر احتمالا باید باشن البته یاد باشه تو همین قسمت ناحیه درهم که گفتیم بی نظمی میبینیم اگه خیلی بریم نزدیک سطح یه ناحیه دیگری وجود دارد یعنی ما میتونیم به دستبنده دیگری داشته باشیم در واقع تو در درهمیم نزدیک صفحه باز این تیکه رو تقریبا میشه آرام گرفت یعنی در لایه مرزی درهم هم هم لایه نازکی در مجاورت مرز وجود داره که جریان رو توش آرام میگیریم و بهش میگن لایه زیر لزج. این اصطلاح هم یاد اون باش. حالا اینجا بحث پیش میاد اینکه آیا همیشه این شکلی که ما اینجا دیدیم همیشه همین شکلیه اصولش بله یکسانه ما میتونیم نایه آرام داشته باشیم در هم داشته باشیم خصوصیات یکسانه اما اینکه فاصله ای که لایه مرزی و آرام ما داریم فاصله ای که در هم داریم کدوم زودتر ایجاد میشه زودتر که قطعا آرامه اینکه چقدر در هم زودتر ایجاد میشه چقدر دیرتر اصلا ایجاد میشه اینا بسته به سری خواص عوض میشن شما تصور کنید به جای صفحه صاف من صفحه زبر بذارم تصور کنید ابتدای صفحه خیلی مهمه سیغلی باشه یا یک شکل هندسی عجیب داشته باشه تصور کنید که سیال ما به جای آب مثلا اصل باشه یا هوا باشه دما عوض بشه قطعا اینا تاثیر دارن روی اینکه لایه مرزی شما به چه شکل بشه اصول یکسانه اما اینکه زودتر یا دیرتر ناهی ایجاد بشن زخامت به هم بریزه قطعا به این بستگی داره واسه همین ما بعد رو در نظر بگیریم که گذر از جریان آرام به درهم هم به خیلی چیزا بستگی داره هندسه و زبری صد خود سرعت جریان آزاد دمای سد نوع سیال و غیر حالا ما بعد یه معیار داشته باشیم که بالاخره از چه جایی به بعد رو بگیرم درهم آیا اساسا درهم ایجاد میشه معیاری که وجود داره مثل همیشه که توی قطعا بخشای سیلاده هم دیدید عدد رینولز عدد رینولز توی یک جریان لایه مرزی جریان آزاد به این صورت حساب میشه رو یو ایکس تقسیم بر مو رو که میشه دانسیته یو سرعت سیال و مو هم که بیسکوزیت هست این ایکس رو مهم ما بررسی بکنیم این ایکس برمیگرده که شما سیارت از روی صفحه صاف حرکت میکنه مثل اسلاید قبلی یا اینکه از روی یک صفحه منحنی مثل استوانه و کره حرکت میکنه اگر صفحه صاف باشه ما ایکس رو میگیریم فاصله از لبی صفحه اگر استوانه یا کره باشه قطر استوانه یا کره من به اسلاید قبل برگردم ببینید الان این ایکس رو شما ملاحظه میکنید ما توی هر قسمت از این صفحه در جهت ایکس حرکت کنیم میتونیم رینولز رو محاسبه بکنیم و مشخصه که هر چقدر جلو میریم رینولز بیشتر میشه حالا میار چیه؟ یک عددی هست 5 زب در 10 به توان 500000 هزار که البته یک عدد کلیه طبق مراجع اصلی که میتونه این عدد کم و زیاد بشه بسته به یک سری خواست که دارید ملاحظه میکنید و براتون نوشتم اما تقریبا 5 زب در ده به توان 5 مورد قبول اکثر مراجع هست از این عدد به بالا ما وارد گذار و درهم میشیم قبل از این آرامی بهش میگیم رینولز بحرانی شما تصور کنید که سیال داره حرکت میکنه رینولز مشخص تابع ایکس اون جایی که این عبارت این حاصل ضرب شد 500 هزار دیگه از اونجا به بعد شما داری درهم میشی اون ایکسی که صفحه ما از اونجا به بعد درهم شده رو میشه حساب کرد خیلی راحت برای کره که حالا انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد میشه این رینولز بحرانی رو محاسبه کرد و این معیاریه برای این گذاری و در واقع خطکشی آرام گذار و درهم بنابراین لایه مرزی آرام و باش آشنا شدیم با کلیاتش نواهیش رو آشنا شدیم ما سه تا ناحیه دیدیم البته یک ناحیه کوچولو هم اینجا دیدیم بقیه این صفحه دیگه ناحیه آزاد یا غیر لزج کاری باهاش نداریم ما قسمت این رنگی و کار داریم فهمیدیم که اصولش یکسان تشکیلش اما اینکه کی کدومشون زودتر تشکیل بشه این لایه در هم همین اول صفحه ممکنه تشکیل بشه شما آرام و خیلی کم داشته باشی اینا همه برمیگرده به یک سری خواص که با هم بررسی کردیم اما از نظر کمی بخوایم حرف بزنیم معیارمون رینولز بود که از یک عددی به بعد ما میتونیم در هم ببینیم از یک عددی به قبل لایه کماکان آرام خواهد خب در ادامه بحثایی که در مورد لایه مرزی داشتیم قراره که با هم با چند تا اصطلاح آشنا بشیم اصطلاحاتی که در زیر مجموعه بحث لایه مرزی مطرح میشه اولین و مهمترین اصطلاح یا پارامتر زخامت لایه مرزیه یا باندری لایر تیکنس شما برای اینکه یک لایه مرزی رو شناسنامه دار کنی و مشخص کنی که چه ویژگی هایی داره یکی از مهمترین پارامترهایی که باید براش ارائه بکنی زخامت اون لایه است همه میدونیم که لایه مرزی زخامت های مختلفی داره بسته به سرعت سیال بسته به جنس دیواره و بسته به خیلی از شفاقاتی که ممکنه بیفته ما با زخامت های مختلفی سر و کار داریم واسه همین لازمه که این پارامتر رو با هم تعریف بکنیم به طور کلی زخامت لایه مرزی رو که با دلتا نشون میدن فاصله یه که تو اون فاصله سرعت ما تقسیم بر سرعت توده سیال نزدیک یک یا 99 صد میرسه وقتی که ما از دیواره که سرعتش صفر در داخل لایه مرزی حرکت میکنیم به سمت توده سیال تو شکل مشخص سرعت بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که تقریبا نزدیک بشیم به سرعت سیال در این نقطه نسبت این فلش ها که نماینده سرعت ما هستن با یو نشونش میدیم به سرعت توده اگر 99 90 صدم بشه اونجا تقریبا نقطه پایانی تغییرات به سرعت لایه مرزیه که ما با دلتا نشونش میدیم و بهش میگیم زخامت لایه مرزی و بر اون اساس این خدچینه رو میتونیم بکشیم یک تعریف دیگه که میشه برای زخامت لایه مرزی بیان کرد اون جاییه که زخامت ما حدوداً سه برابر زخامت جابجاییه حالا زخامت جابجایی چی هست و انشالله تو اسلاید بعد باش آشنا میشیم یادمونم باشه که زخامت لایه مرزی در حالت جریان درهم عموما بزرگتر از آرامه تو این شکل هم میتونیم اینو تقریبا اثبات بکنیم ما یاد گرفته بودیم که هر چقدر به سمت جهت حرکت سیال که الان به سمت راست میشه حرکت کنیم زخامت بیشتر و بیشتر میشه از طرفی هر چقدر به سمت راست حرکت کنیم احتمال اینکه لایه به صورت درهم عمل کنه بیشتر میشه و قاعدتا دریان های درهم زخامت های بیشتری دارن یادمونم باشه که این عدد عدد ثابتی نیست و به همین دلیل باعث میشه که این خدچین خدچین منحنی بشه یک خط صاف نیست چون هر چقدر جلو میریم در جای دیگری این نسبت ایجاد میشه لزوما همیشه تو یک جای مشخص نیست پس این شد اصطلاح زخامت لایه مرزی که نماینده ای از محدوده ای که شما می لایه مرزی تو در نظر بگیرید ما زخامت لایه مرزی رو بگذاریم تو این نواحی دیگه لایه مرزی نداریم و عملا سرعتمون همون سرعت توده سیال یا یوی بزرگه که حالا البته ما توی این شکل یو بزرگ رو به جاش با یوسف نشون دادی. خب اصطلاح بعدی زخامت جابجاییه یا دیسپلیسمنت تیکنس که تو اسلاید قبل یاد گرفتیم که اساسا زخامت جابجایی یک سوم زخامت لایه مرزیه خب حالا تعریفش چیه ببینید وقتی که یک سیالی از روی صفحه صاف ثابتی حرکت میکنه اینو یاد گرفتیم که به دلیل تلفاتی که ایجاد میشه سرعتش هر چقدر به مرز دیواره نزدیک بشیم میفته میفته تا به صفر برسه و این پروفایل سرعت ایجاد میشه خب قاعدتا وقتی که سرعت کاهش پیدا میکنه انگار شما دبی جرمیت کم شده چون دبی جرمیت توش سرعت داشت خلاصه چیزی از دست دادی خب حالا بریم با هم تعریف رو بخونیم زخامت جابجایی مقدار جابجا شدن جریان اصلی در اثر کند شدن سرعت ذرات سیال در لایه مرزی به عبارت دیگر فاصله است که باید مرز جامد در یک جریان بدون استقاق تغییر کند تا همان کاهش دبی جمی که در حالتی که مرز جامد در لایه مرزی بود رو به ما بده به عبارت دیگر برای اینکه راحت‌تر اینو خدمتتون بگم به این شکل دقت بکنید اگر فرض کنیم که در اثر حرکت سیال از روی صفحه صاف تلفات نداشتیم اگر اون اتفاق میافتاد این فلش های صورتی رنگ همشون اندازه فلش بالایی می شدن. اما خب این شکلی نیست به دلیل تلفات سرعت کمتر 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 میشه تا به صفر برس. و من نمیداری از دست دادم انگار از دبی جرمی ما اگه بتونم این کار رو ما داریم مثل فرضی در نظر میگیریم. اگه بتونم لایه جامدم و در واقع صفحه جامدم و جا به جا بکنم به اندازه این آبیه به طوری که مقدار تلفات الان کجاست؟ مقدار تلفات این مقداریه که شما در واقع این مستطی رو در نظر بگیرین این فلش ها نباشن این تیکه میشه مقدار تلفات ما من اگه اینو به اندازه جابجا جا کنم که این قسمت آبی پررنگ از نظر هندسی برابر باشه با این سفیده یعنی اون مقداری که از دست دادم رو جبران کنن و عملا این بیاد بالا اینجا قرار بگیره و دیگه از اینجا به بعد همه رو فلش های یک اندازه کامل ببینیم که انگار تلفات نداشتیم اون اندازه ای که شما لازم مرز و جابجا کنید تا این تلفات جبران بشه اونو ما بهش میگیم زخامت جابجایی که البته با دلتا استار نشونش میدیم من یه بار دیگه جمله رو با هم بخونیم فاصله است که باید مرز جامد در یک جریان بدون استکاک تغییر کند تا همان کاهش دبی جرمی که در زمانی که تلفات داشتیم جبران شود به عبارت دیگه شاخصی از دبی جریان از دست رفته به خاطر تلفات ناشی از وجود لایه مرزی قاعدتا اگر ما تلفاتمون کمتر باشه خب این دلتا استارت کمتر میشه تلفات بیشتر باشه باید مقدار بیشتری جابجا کنی تا جبران کنی اون تلفاتت برابر این آبیه توی شکل سمت چپ تلفات منه من اگه بتونم طوری جابجا کنم که این تلفات جبران بشه و فلشار هم دیگه اندازه بزرگ ببینیم تو اون حالت ما تو اون اندازه که جابجا جا کردیم و دلتا دلتارستان خب این شد نمایش گرافیکیش بشه به صورت فرمولم اینو در واقع بیان کرد به این صورت که شما میزانی که تلفاتی که از دست دادی این انتگرال دیگه از صفر تا بی نهایت البته این بی نهایت از یک جایی به بعد عملا انتگرال ما صفر میشه چون هر چقدر بریم از صفر به سمت بالا یه جایی میرسیم که این اختلافه میشه صفر ولی در فرمول کلیش از صفر تا بی نهایت این میزان تلفات ماست دیگه این تیکه آبی که شما ملاحظه میکنی شما این تیکه آبیا هر مکانیش سرعتش یو منهای این فلش قرمز است یعنی یو بزرگ منهای یو کوچیک خب زب در رو کنم زب در عمق واحد صفحه کنم زب در در واقع سطح عمود بر جریان بکنم انتگرال بگیرم میشه میزان تلفات این مساوی میشه با مقداری که باید جابجاش کنم رو یو در بدون استکاک یعنی یو یو بزرگ زب در دلتا استار این تساوی همینه که شما اینو جابجا کنی بیاری بالا نمایش فرمولی این در واقع نکته ماست خب اگه از این فرمول از این تساوی من دلتا استار رو به دست بیارم عملا فرمول زخامت جابجایی رو به دست آوردم با فرض روح ثابت ما معمولا رو ثابت میگیریم که اگه نگیریم نمیتونیم ادامه بدیم رابطه رو اگه رو رو ثابت بگیریم و یک سری فرضیات بکنیم و دو طرف رو به یو بزرگ تقسیم بکنیم و از طرفی میدونیم تا بی نهایت لازم نیست تا دلتا هم کافیه چون از دلتا به بعد این عبارت صفر میشه این رابطه اصلی ما میشه واسه زخامت جابجایی بنابراین هر وقت خواستیم زخامت جابجایی به دست بیاریم از این رابطه استفاده میکنیم که کافی پروفایل سرعت رو داشته باشیم تقسیم بر یو یک منهای اون عبارت از صفر تا دلتا انتگرال میگیریم و ما دلتا استار میده بعد حواستون به فرض این رابطه باشه ما رو رو ثابت گرفتیم کاملا بدیهیه که زخامت لایه مرزی که با دلتا نشونش میدادیم قاعدتا از زخامت جابجایی که اصلا گفتیم یک سوم اون هست بیشتر و بالاخره جاهای ما سرعت داریم سرعت تو کل لایه مرزی صفر نشده که من لازم باشه به اندازه ازدخامت جابجایی جابجاش کنم تا تلفاتم رو جبران کنم یه سرعتی بالاخره داریم پروفایل قرمز بالاخره من ذره سرعت دارم ولی انقدر از دست دادم اگه این آبی که شما لازم میفرمایید کل اینجا رو میگرفت آرین تو هم و نمیافته بالاخره سرعتی داریم ولی خب تلفات هم داریم بعد تلفات جبران بشه به صورت فرضی دلتا استار نماینده اون خواهد بود پس این شد تعریف زخامت جا به بریم با هم یک مثال حل بکنیم مثالی که میخوام استفاده از اون فرمول به شما نشون بدم فرض کنیم که توضیح سرعت در یک لایه مرزی به این صورت باشه به شکل قبل برگردم ما یادمون باشه وقتی در مورد لایه مرزی صحبت میکنیم دو تا سرعت داریم یکی سرعت توده حالا با یو بزرگ یا یو سرف نشونش میدن که عدد ثابتیه یکی هم همین فلش های قرمزه که مشخصه هم در جهت ایگر هم در جهت ایکس حرکت کنیم این سرعت عوض میشه بنابراین یو کوچیک تابعی از ایکس و ایگرگه حالا بسته به شرایط مختلف لایه مرزی تابعیتش فرق میکنه تو این سوال گفته که تابعیت به این صورته سرعت داخل لایه مرزی از این رابطه تبعیت میکنه سیک زب در یک من به توان منفی دو برای این لایه مرزی گفته زخمت جابجایی رو به دست بیاری خب ما کافی از اون فرمول استفاده بکنیم فرمول ما این بود دلتا استار یک من یو تقسیم بر یو ما الان همه چی رو داریم قرار جای در واقع بی‌نهایت هم میشه جاش دلتا گذاشت شاید نظری هم خیلی فرقی نمیکنه اگه دلتا رو داشتیم میذاریم اگه نداشتیم بینهایت میذاریم بعد تو این رابطه یو بزرگ معلوم نیست یو بزرگ چجور به دست بیاریم یو بزرگ وقتی شما یو رو دارید یو کوچیکو دارید یو بزرگ جاییه که ایگرگ میره به سمت بینهایت خب بنابراین اگر شما همواره در رابطه یو ایگرگ رو به سمت بینهایت میل بدی یعنی وارد توده سیال شدم چیزی که میمونه میشه یو بزرگ خب حالا تو این سوال 3 یعنی فقط در جهت x داره تغییر میکنه در جهت y تغییر نمیکنه ممکنه اصلا سه بشه بعضی وقتا ثابت بشه ولی این که مشخصه در جهت y تغییرات نداریم خب فقط کافیه شما این پس عبارت رو با این دو تا رابطه یو تقسیم بر یو جایگزین کنید انتگرال ساده ای بگیرید عبارت میشه یک دوم یعنی توی این حالت دلتا استار حالا با هر واحدی که اینجا وجود داره فرض کنیم متر باشه یک دوم دو متر دلتا استار ماست میشه گفت تقریبا سه زب در یک دوم متر که میشه سه دوم دلتا ماس یا زخامت لایه مرزی مون این هم از یک مثالی که دونستیم به کمک فرمول ارائه شده مقدار زخامت جابجایی جایی که شاخصی بود از دبی جرمی از دست رفته رو خدمتون بگیم یک اصطلاح دیگر وجود داره که شاخصی از مومنتوم از دست رفت ببینید همونطور که دبی جرمی از دست میره مومنتوم هم از دست میره فرق دبی جرمی و مومنتوم چیه یه یو بعد ضرب کنید در دبی جرمی مومنتوم میرسید بنابراین زخامت مومنتوم هم میتونیم تعریف کنیم که بهش میگیم مومنتوم تیکنس میشه زخامتی از لایه سیال که به ازای آن شار مومنتوم برابر شار مومنتوم در لایه مرزی است با سرعت یو انگار حالت جریان بدون استکاک دوباره همون بحثایی که در مورد زخامت جابجایی کردیم میکنیم فقط یادمون باشه اونجا رویو بود اینجا رویو دوه چون امداد زب در یو میشه مومنتوم فرق دبی جرمی و مومنتوم یه یو اضافه است پس این توان دو میگیره به همون اندازه ای که من از دست دادم مومنتومو یعنی این برابر میدم با حالتی که بتونم زخامت رو جابجا جا کنم یعنی این صفحه هاشور خورده رو بیارم بالا اون مومنتوم رو از دست رفته رو جبران کنم دقیقا همون تعریف های جابجایی فقط به جای دبی جرمی ما مومنتوم رو داریم روش تمرکز میکنیم بازم اگه بتونیم رو رو ثابت بگیریم و از صفر تا دلتا بگیریم و یک سری ساده سازی ها انجام بدیم به این رابطه میرسیم که میشه رابطه زخامت مومنتوم که با معمولا تتا نشونش میدن پس سه تا اصطلاح با هم یاد گرفتیم و مرور با هم بکنیم زخامت لایه مرزی به این صورت معیارش یو به یو بزرگ 99 صدم فهمیدیم مفهومش چیه اگر شما خواستید حساب کنید میتونید یک سوم زخامت جابجایی رو بگیرید زخامت جابجایی که فرمولش رو یاد گرفتیم فهمیدیم مفهومش چیه تلفات دبی جریان رو در واقع شاخصی از اون میتونه باشه که جبران کردیم و در پایان زخامت مومنتوم که گفتیم در واقع میشه شاخصی از مومنتوم از دست رفته که فرمولش رو با هم دیدیم یک انتگرالی بود شبیه زخامت جابجایی از صفر تا زخامت لایه مرزی خب بریم ادامه بحثمون بعد از معرفی اصطلاحاتی که در مورد لایه مرزی به کار میرفت خب میخوام یه دقیق تر در مورد معادلات لایه مرزی صحبت کنیم ما تو بخش اصطلاحات مثلا برای محاسبه ضخامت لایه مرزی یک معیار کلی گفتیم که اون جایی هست که نسبت سرعت داخل لایه مرزی به سرعت بیرون 99 صدم میشه این معیاری که از اینجا به بعد ما میتونیم بگیم وارد جرن آزاد شدیم اما اگه بخوایم دقیق تر صحبت کنیم و مقدار دقیق زخامت و خیلی پارامترهای دیگه مثل تنش برشی صفحه و پروفایل فشار پروفایل سرعت رو بخوایم به دست بیاریم لازمه معادلات لایه مرزی رو با دقت بیشتری مرور بکنیم پس این بخش رو میخوایم اختصاص بدیم به معادلات مربوط به لایه مرزی و روابط حاصل منظورم از معادلات لایه مرزی اصولا معادلاتیه که از موازنه ها بیرون اومده که عموماً موازنه جن و موازنه مومنتوم هست که البته خیلی پیچیدن و در واقع حل کردنشون خیلی ساده نیست صرفا معرفیشون میکنیم و روش های ساده شده ی حل رو هم خدمتتون میگیم و پارامترهایی که بعد از حل به دست میان هم که عموماً همین پارامترهای معروف بودن مثل زخامت مثل تنش رو با هم مرور میکنیم اولا اینکه ما یه سری فرضیات لازمه انجام بدیم برای اینکه ما معادلات لایه مرزی رو بنویسیم فرضیاتی لازمه اگر این فرضیات رو انجام ندیم معادلات لایه مرزی همینجوری پیچیده هستن خیلی پیچیده تر میشن و عملا تفسیر و تعبیرشون نظر سخت میشه و قاعدتاً حلشون هم سخت میشه این فرضیات فرضیاتی هستند که تقریبا قابل قبول هستند و خطای خیلی بالایی توی محاسبات ما ایجاد نمی کنن. یک اینکه ما سیال لایه مرزی رو تراکم ناپذیر در نظر میگیریم سیال تراکم ناپذیر سیالیه که دانسیته اون در اثر تغییرات فشار و دما و اینا تغییر نمیکنه ببینید این که سیال تراکم ناپذیره به این معنی نیست که اصلا دانسیتهش عوض نمیشه یعنی اینکه فرض میکنم اگر عوض میشه بسیار کم عوض میشه و من تقریبا ثابت میگیرم خب مایعات معمولا تراکم ناپذیر در نظر گرفته میشن گازها هم این فرض براش فرض خوبی نیست ولی تو قسمت لایه مرزی ما فرض میکنیم خیلی تغییرات در واقع دانسیته رو نداریم دوم که خواص فیزیکی دیگه مثل ویسکوزیته مخصوصا ثابت فرض میشن شرایط رو پایا در نظر میگیریم این به این معنیه که ترم تجمع رو تو موازن ها میکنیم ما دو حالت میتونیم موازنه بنویسیم حتما مطلع هستید اینکه ما موازنه رو به صورت پایا بنویسیم یا ناپایا در اصطلاح دینامیک شرط پایا ترم تجمع و صفر میبینیم و فرض میکنیم تغییرات نسبت به زمان نداره اما اگر ترم تجمعی وجود داشته باشه و شرایط عملا ناپایا بشه تغییرات متغیر مربوطه که روش موازنه رو نوشتیم نسبت به زمان هم باید دیده بشه پس شرط پایا در نظر میگیریم یک چیز دیگه این که معلفه عمودی سرعت سیال در مقابل معلفه افقیش در امتداد سد تقریبا صرف نظر میکنیم ما معلفه عمودی و اگه با یو نشون بدیم و معلفه افقی رو با وی یه چین رابطه بینشون ایجاد میکنیم پس این فرضیات ما میشه انشالله در روابط پیشرو که با هم انشالله میبینیم خدمتون عرض کردم که ما هدفمون از بیان معادلات عملا بیان دو تا موازنه است و حالا معادلات فرقیش موازنه جرم موازنه مومنتوم موازنه جرم منجر به معادله پیوستگی میشه که اگر حالا میتونیم برای جزئیات این روابط ما بنا نداریم که خیلی اثبات اینا رو از اول خدمتتون بگیم برای جزئیات این روابط که تو این قسمت ها میخوام خدمتتون بگم میتونید به مدلسازی، کتاب های مدل کتاب سیالات مراجعه کنید و جزئیاتش رو بیشتر بدونید اما نهایتا معادلاتی که ما بهشون میرسیم شامل اینان معادله پیوستگی یعنی تغییرات سرعت در جهت x و علاوه تغییرات سرعت در جهت y دو تا مؤلفه عمود بر همه سرعت میشه صفر عملا نسبت به z دیگه تغییرات در جهت عمق صفحه در نظر نگرفتیم از طرفی پایا در نظر گرفتیم پس سمت راست صفر میشه این از یک المانی میاد بیرون این معادله اگر دنبال اثباتش هستید یک المان عملا سه‌بعدی یا به جورای دو بعدی چون که یک بعد ما عملا صرف نظر کردیم و تغییراتش ندیدیم موازنه دورش نوشتیم و بعد از اینکه تغییرات رو هم کم کردیم میمیرس همین ترتیب اگر موازنه مومنتوم یا موازنه نیروی یا معادله اندازه حرکت رو بنویسیم به چنین چیزی منجر میشه که تغییرات سرعت رو در جهت ایکس نشون میده البته در جهت در واقع برای معادله اندازه حرکت و باید موازنه هایی که می نویسیم هم شامل موازنه های نیروی کلی باشه توده باشه هم شامل تنش ها باشه که این ترم بعد از ساده سازی مونده حتی تغییرات فشار هیدروستاتیکی هم باید ببینیم که در نهایت به این معادله منجر بشه در جهت وای هم حتما میدونید دیگه بین موازنه ها موازنه مومنتوم بعد در سه جهت بیان بشه معادله پیوستگی از موازنه جرم و معادلات انتالپی که از موازنه حرارت میان عملا بود براشون معنی نداره اما چون که موازنه مومنتوم برای سرعت نوشته میشه سرعت هم می کمیت اسکالر نیست بلکه برداریه و بنابراین باید در جهات مختلف موازنه مومنتوم رو نوشت خب ملاحظه میفرمایید که در جهت ایگرک هم با ترجمه که یک سری فرضیات تو اسلاید قبل کردیم عملا دیگه ترمای تغییرات سرعت رو نداریم فرض میکنیم در جهت عمود بر صفحه تغییراتی که با هم صحبت کردیم به خاطر یک سری فرضیات از بین میره و فقط تغییرات فشار میمونه فقط توجه بفرمایید که تغییرات سرعت یو در جهت وای داریم یعنی اینکه سرعت ما این یو سرعت در جهت x در جهت وای تغییر میکنه ولی سرعت در جهت وای در جهت وای تغییر نداره و عملاً این باعث میشه موازن ما به این صورت ساده بشه من که بار دیگه به اسلاید قبلی برمیگردم ملاحظه میفرمایید منظورم بیشتر این بحث چهار هست که ما معلفه عمودی سرعتمون در جهت واقع عمود بر صفحه در مقابل سرعت در جهت خود صفحه در جهت x رو ما صفحه نظر کردیم تغییراتش هم صفحه نظر میکنیم اما خب وقتی که ما این مومنتوم رو در جهت x می یو که سرعت در جهت صف هست به سمت راست نه به سمت عمود تغییرات داره هم عدد داره هم تغییرات داره اما در جهت ایگرک ما صرف نظر کردیم طبق صحبت هایی که شد بنابراین این ستا موازنه های اصلی ما میشن که منجر به معادلاتی شدن که ملاحظه میفرمایید فقط شرایط رو توجه کنید در حالت آرام اگر در حالت درهم باشیم خب فرق حالت درهم و آرام چیه در عمل اصول کلی موازنه نوشتن ربطی به رژیم جریان نداره اما وقتی که شما مثلا دارید روی سرعت موازنه مینویسید روی معادله پیوستگی میخواید بنویسید معادله مومنتوم میخواید بنویسید که سرعت معلفه اصلی شه و سرعت میمونه توش مثل معادله پیوستگی که سرعت توش مونده حالت درهم و در حالت آرام سرعتی که بیان کننده ی حرکت سیاله فرق میکنه در حالت آرام ما سرعتمون منظم و لایه های روی هم و آرامی هستن که حرکت میکنن اما در حالت درهم هم سرعت های مختلفی داریم سرعت های داریم جریان برمیگرده نامنظمه که این عدم نظم رو با یک سری معیارها بیان میکنن حالا میتونید برای توضیحات بیشتر به کتاب هایی که در مورد آشفتگی صحبت کردم مراجعه بفرمایید اما در این حد بدونید که صرفا خود بیان سرعت عوض میشه یعنی مفهوم سرعت مقداری تغییر میکنه تو حالت آرام منظم این سرعت تو حالت در هم نامنظم و گردابه و انواع سرعت ها رو داریم مثلا ما اینو با یوبار نشون میدیم یه یو هم هست که اصلاح میکنه در واقع سرعت ما رو نسبت به حالت آرام ولی دقت کنید شمای کلی دو تا رابطه ای که اینجا داریم میبینیم خیلی شبیه شمای کلی رابطه حالت آرامه فقط سرعت در هم با سرعت آرام فرق میکنه و ترمهای آشفتگی و ترمهای گردابهی و ترمهای نامنظم بودن حرکت سیال هم باید دیده بشه خب پس ما با معادلات آشنا شدیم خب حالا اینجا یه بحثی پیش میاد ما ما معادلات رو حل بکنیم ما اگر بتوانیم این معادلات این دوتا اسلاید رو حل بکنیم خب میتونیم خیلی چیزا به دست بیاریم پروفایل های سرعت رو به دست میاریم زخامت به دست میاریم تنش به دست میاریم اگر شما پروفایل سرعت داشته باشید با مشتق گیری تنش به دست میاد تنش رو دیواره و خیلی چیزایی که توی لایه مرزی به کار میاد اما کاملا مشخص بسیار معادلات پیچیده ای اینا و حلشون اصلا ساده نیست برای حل نیاز به یک سری فرضیات ما داریم پس فرضیات رو باید اعمال کنیم در لایه های مرزی در واقع معادلات لایه مرزی و حل رو داشته باشیم البته قبلش لازم شرایط مرزی هم مرور بکنیم شرایط مرزی برای معادلات ما به این صورت هست ملاحظه میفرمایید ما تو دو تا قسمت میتونیم اطلاعاتی از سرعت رو بیان کنیم یکی وقتی که روی صفحه هستیم یک صفره و وقتی که در دلتا به سر میبریم یعنی در مرز لایه مرزی و جهان آزاد تو هر کدوم از اینها اتفاقی میفته توی ایرگ صفر سرعت صفره سرعت سیار صفره این فرض ما هم که وقتی یک سیالی از روی دیواره ای حرکت میکنه به خاطر برخورد مولکولا با یک صفحه ثابت و سرعت صفر سرعت سیار رو اون محدوده یعنی تو نقطه یک مصاری با صفر در دلتا هم ما سرعت رو یو میگیریم به بیان دیگر میتونیم بگیم در صفر مشتق دوم صفر از سرعت که با در واقع این منجر به این اتفاق میشه در ایگرگ مساوی با ضخامت لایه مرزی هم مشتق سرعت مشتق اول صفر میشه یعنی تغییرات سرعت به صفر میرسه که اینو به شما نشون بدم من به اسلایت های خیلی قبل برمیگردم ببینید مثلا اینجا دقت کنید روند یو به روند وای یو که این سمتی بود رند یو به رند وای الان اینجا ما رند یو به داریم مشتق صفر نیست ولی اینجا دیگه یک خط قائم میشه شما تغییرات سرعت نسبت به وای نداری و توی این دلتا ما این شرط مرزی رو نوشتیم پس اینم شد شرط های مرزی ما یک بار دیگه به اسلاید برمیگردم به این صورت ما از اینا استفاده میکنیم معادلاتمون